هورالعظیم یکی از بزرگترین تالاب‌های بین‌المللیه که تو منطقه مرزی مشترک ایران و عراق قرار گرفته و این مساحت رفته رفته کوچک شده. حدود 1/3 این مساحت توی ایران و 2/3ش توی عراق. هور به قسمت اعظمش خوش شده و به عنوان کانون اصلی ریزگردان مبدل شده. این جایی که من الان توش قرار گرفتم بیابون نیست. اینجا یک استخر پرورش ماهی بوده تا همین چند سال پیش. مثل این استخر، استخرهای فراوانی توی این منطقه هستن که به دلیل خشک شدن هور اینا هم خشک شدن و امکان ماهیگیری دیگه توشون وجود نداره. یک مشکل، مشکل اشتغال و مشکل مهاجرت و مشکل تعطیل شدن پرورش ماهیه. یک مشکل اساسی تری که وجود داره اینه که این استخرهایی که ما داریم توش حرف میزنیم و یک روز تامین درآمد مردم این منطقه رو میکرده، الان خودش تبدیل شده به یک سری مناطقی که خاکش کاملا شکسته شده. الان اگر ببینید این خاک مثل قطعه‌های پازل قابل جدا شدنه، کم کم دچار فرسایش میشه و این استخرهایی که یک روز توش ماهی بوده خودش به یک کانون ریزگرد تبدیل شده. دوشنبه 2 اسفند هوا به نسبت شروع شده به صاف شدن. برای اینکه دقیقاً متوجه بشیم با فعال شدن کانون ریزگرد چه اتفاقی توی اهواز رخ میده، ما 2 روز رو تصویربرداری کردیم. روزی که فضا فضای غبارآلوده و امروز که هوا صاف شده. مردم اصلا زندگی ندارن. هر کی داره اصلا اهواز بل میکنه میره. فقط مسئولین رحم داشته باشن. بزار خودشون بیان اینجا زندگی کن، ما اعمال خوزستان میریم تهران. خوبه؟ بلایی که تو جنگ بر سر این ملت نیفتاد این خاک بدتر از بود. هر 2-3 ماه میرم شاید 500 هزار تومان خرج خودم این دوا درمون و این پوست روی دست میشه. همش از آب و هوای اهواز. تمرکز اسرائیل بر 2 حوزه کشاورزی و آب، پروژه گپ، The Great Anatolia Project، که اینا کار کردن برای چی؟ برای تولید ریزگردها برای ایران. شما نقشه ایست از عراق و کشور عزیزمون ایران، کشور شمالیش ترکیه، سوریه غرب میبینید. این دجله و فرات رودخانه دجله، سرچشمه آناتولی ترکیه، طول 1900 کیلومتر، محل گذر ترکیه، مرز سوریه و عراق، ریزشگاه خلیج فارس. رود فرات کوهای ارمنستان و ترکیه، 2800 کیلومتر، ترکیه، سوریه، عراق، محل گذرش ریزشگاه خلیج فارس. اینها الان با شکل مردابی کردن همچین مباحث اونجا داره خشک شده. بعد هور بوده قبلا، نی داشته، خشکش کردن از طریق چی؟ صدایی که ترکیه زد از بالا روی دجله و فرات. ترکیه زد آبو کم کرد، هورها خشک شد، شد ریزگرد، بعد داره با باد میاد. آنادولو پروژه‌سی گاپ Türkiye'yi bölgesel kalkınma konusunda dünyaya örnek konuma getiren Cumhuriyet'in kendisinden sonraki en büyük eseri. GAP eylem planıyla Güneydoğu Anadolu projesinde Vicle ve Fırat nehirleriyle kolları üzerinde 22 baraj ve 18 HES yapılarak 7500 megawatt kurulu güçle yılda ortalama 27 milyar kilowatt saat enerji üretimi ve ekonomik olarak sulanabilir yaklaşık 1 milyon 58 bin hektarlık alanda sulama yapılması hedeflenmektedir. Atatürk Barajı'yla birlikte 15 barajın işletmeye açıldığı bölgede inşası devam eden barajlar da tamamlanınca sağlanacak suyla yaklaşık 7 Kıbrıs Adası büyüklüğündeki alan suya kavuşacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ülkemizin enerji üretiminin kalbi olan GAP kapsamında 9 HES tamamlandı. Bugüne kadar HES projelerinde kurulu gücün %80'i gerçekleşmiş oldu. Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla bu oran %90'lara ulaşacak. بچه‌ها این طرف درخت‌های بلوط ما که جلوی این بادا رو بگید میگیره تو زاگروس داره خوش میشه. کشاورزایی که به خاطر نداشتن آب دارن درخت‌های بلوط رو قطع می‌کنن، بعد این صحنه‌ها رو ببینید. کشاورزا درخت‌های بلوط رو دارن قطع می‌کنن که دیم بکنن. آب باعث افزایش وارد شدن ریزگرد داره به کشور میشه.
من رفتم استان کوکیل و بوی رحمت تو جاده همینجوری دیدم یه ماشین داره الوار میبره. گفت اینا رو می‌بینی استاد؟ گفتم گفت همینا قاچاق. مشتری پیدا کرده، بعد بری سر خط و مشتریا رو پیدا کنی. ببینی کی ان اون مشتریا که چوب اینجا رو می‌خوان فقط. یعنی این تولید می‌کنه، یه برنامه‌ریزی می‌کنه، آدم بازار مالی این وسط به وجود میاره. این تر پیچه بعد بری خیر اون بابای قاچاقچی ما تو خیابون داریم می‌بینیم، شما نمی‌بینید؟ برو ببین به کی داری می‌فروشی؟ یارو بگیر برس به سر نخ. ماجرا خطرناکه.